الله شوف حين ياس تشعر وقتك بالألم يقدر تفسره إلى روحي سمكني المستشفى. زود ببي مورستون رفته بطبيب مراجعات مكني لكن تو سبب غرفتن وتراجع رفرو مش مكن الطبيب، كي البته لكن لا الشفاء تنسى مع از الأخذ نزدي بالأسباب پروردگاري أن شوف ياس الشفاء تنها من الله عند سبحانه الله وتعالى الشافي، اون شفا فالله دهنده است تعالى وانا وحده طبيب هو الله الشافي سبحانه وتعالى وليس بما از الطبيب. ابراهيم عليه قال السلام قصه تعالى کرده حكاية میگوید عن و اگر به خليله مور إبراهيم گردم پس عليه او مرا السلام، شفا میدهد وإذا سوره مرضت شعراء فهو آیه 80 يشفين، یعنی اگر أي به إذا مور وقعت گردد في هیچ مرض کسی به غیر او فإنه لا تعالی يقدر قادر على به شفا شفاء دادن او أحد نیست و غيره، اما طبیب و وأما دوا الطبيب این دو والدواء تنها فهما سبب هستند مجرد از ابو أسباب. رمسه فعن رضی أبي الله نضرة عنه أن روایت است أباه که لما میگوید رأى به رسول الله خاتم صلی الله النبوة علیه و بين سلم كتفي گفتم النبي چیزی صلى را که الله در عليه پشتت هست وسلم و من نشان والله بده یعنی يراها، مهری فقال نبوت را أرني زیرا من هذا الذي في طبیبم ظهرك رسول الله صلی الله فإني علیه و رجل سلم طبيب. فرمودند الله فقال تعالی النبي طبیب است صلى الله بلکه تو عليه مرد وسلم مهربان هستی الله طبیب الطبيب، کسی است که بل آن أنت را رجل آفریده رفيق است حدیث با طبيبها روایت الذي امام ابو خلقها. داوود و امام فالله احمد الله تعالى هو سبحانه و الشافي تعالی المعافي، شفا دهنده و وهو الذي عافیت بخشنده بيده است او شفاء آن ذاتی كل است داء، که در لأنه دستش هو برای خالق همه الداء دردها والدواء، دواهاست فما زیرا او شاء تعالی الله خالق كان درد و دواست وما پس آن چیزی که الله سبحانه و تعالی خواست همان می شود و آن چیزی که نخواسته است آن نمی لم شود تنها يشأ الله لم سبحانه يكن، و تعالی والله می تواند تعالى ضررها وحده را دور هو کند الذي و دعای يكشف شخص الضر محتاج را قبول ويجيب نماید و المضطر بلاها را از ما ويرفع دفع البلاء. کند الله سبحانه قال و تعالی در تعالى قرآن فرمود وإن اگر الله يمسسك به تو الله سختی بضر رساند فلا هیچ کس به كاشف جز او له دفع إلا کننده هو، نیست و اگر به وإن تو نعمت يمسسك رساند بخیر پس فهو او على در كل همه چیز شيء توانا است قدير، سوره انعام آیه والله 17 الشافي الله هو الذي شافی است خلق که في او الجسم در جهاز جسم المناعة، انسان جهازی فالذي خلق يعمل کرده است که بإذن الله از على بیماری ها حماية انسان الجسم را حمایه من می کند از سبب هر گونه الأمراض باکتریه ها و ویروس كالبكتيريا ها نگه می دارد والفيروسات و البته الله والبولمية. سبحانه و تعالی والله با تعالى قدرت لكمال کامل خود قدرته با سبب يشفي های و بأسباب یا به وبغير سبب الأسباب، به انسان فقد شفا رزق می بخشد زكريا زیرا الله الولد سبحانه و مع تعالی به كبر زکریا علیه سنه السلام وعظم زمانه در سن پیران سالیش که هم همسرش نازای بود فرزند عطا نمود الله سبحانه و تعالی در قرآن خبر أجده. داده فرمود قال گفت رب ای أنا پروردگار من يكون برای لي من که غلام کلان سال وقد شده ام و بلغني زنم الكبر نازاینده وامرأتي است عاقر، چگونه فرزند پیدا قال شود كذلك گفت الله همین چنین يفعل الله ما به آنچه يشاء. می خواهد می کند سوره آل عمران آیه 40 الله شافی برای وشرع شفا الشافي یافتن سبحانه گرفتن الأخذ سبب ها را بأسباب جایز الشفاء دانسته است و مثل كالتداوي دوا ورؤية کردن رقیه الشرعية والدعاء خواندن و دعا والصدقة. کردن و قال صدقه النبي دادن صلى پیامبر الله صلی الله عليه علیه و وسلم سلم فرمودند تداووا دوا فإن بکنید الله زیرا عز البته وجل الله لم سبحانه و يضع تعالی داء در إلا دیرو وضع له نفرستاده است دواء. مگر اینکه غير دوای ذلك آن را نیز فرستاده است بغیر از یک درد که آن کلون سالی است الله واحد سبحانه و أم تعالی هذا. به رحمت والله خود تعالى زود به قد بنده اش يعجل شفا الشفاء می دهد و به لوحده بعض بندگان وقد باشد با يؤجله حکمت خود آن بحكمته را به تأخیر می اندازد و وفي به تأخیر تعجیله افتادن بنا شفا رحمه سبب وفي زیاد گردیدن تأجیله رحمت اوست و کفارة هم کفارت للسيئة. گناه است قال پیامبر صلی النبي الله علیه و صلى سلم الله عليه فرمودند هیچ وسلم رنج ما بیماری يصيب المسلم نگرانی من نصب ناراحتی ولا آزار و وصب غم و ولا اندوه هم به ولا مسلمان حزن نمی ولا رسد و هم حتی ولا خار غم در پایش فرو حتى نمی الشوك رود مگر اینکه يوشكها الله سبحانه و إلا تعالی كفر گناهش را الله به بها سبب من آن می خطايا. بخشد حدیث با روایت امام بخاری و مسلم